وزار خونه از همین مزابات فرار کرده رفته. 170 تا 180 متر بره پایین تا او پیدا کنه بتونه از او استفاده کنه. بیابی است، خوشتالی است، او نیست، میریم اون از یک ساتره اونجا او میاریم. یک کیلومتر آماده میم، چاشتم از گرمیه که اصلا انسان طاقت نمیتونه زیر یافتاد. دیری نمی شود که حیات در این روستا در غرب فراه به پایان رسیده است. کم آبی و تشنگی در اینجا مردم را از خانه هایشان فرار داده است. از 5 سال پیش روند تخلیه این روستاها آغاز شد و 2 سال می شود که در اینجا هیچ کسی زندگی نمی کند. 5 روستا تنها در این بخش فراه به خاطر خشکسالی و نبود آب خالی شدند. در برخ روستاهای نزدیک تا هنوز نشانه های از حیات است. از میان 2000 خانواده در اینجا تنها 20 خانواده ماندند. فضل احمد 76 سال می شود که در روستای محمد آباد ولسوالی قلهکا زندگی می کند. فرزندانش از بحر خشکسالی او را ترک کرده و برخ به ایران و برخ دیگر به ولایت نیمروز بیجا شدند. با خشک شدن کاریز و کاهش آب زیرزمینی نزدیکان و همسایگان این پیرمرد روستا را ترک کردند. وضع ما خوب بود، مخلوق بسیار بگرده و هم پیبسته بود. برادر این مچه جامعه بود، اذان بود، نماز جمعه بود، دوکانای بود، زندگی بود، وسخ هم قوم خیش گرد با هم پیبسته بود. اگه که روز پشت سر ما او بلندتر پایینتر ما این 2000 خونه از همین مزابات فرار کرده رفته به ایران. 200 خونه از همین کاروز ما بیده که رفته. حالا ما موندی 10 خونه همینجا موندی، همینجا 10 خونه اگه ما بال میدشتی ما پور میکردی، بال ندار حالا بی پال بی پای ما همینجا موندی. این زمین های کشاورزی به بیابان مبدل شده است. چند سال میشود که در اینجا نشانه از آب نیست. پس از خالی شدن روستا، زمین‌های کشاورزی روستانشینان زیر گرد و خاک شده است. این خانه‌ها که روز سرپناه خانواده‌ها بودند، آرام آرام فرسوده شده و در حال تخریب هستند. گرد و خاک بیابان توسط طوفان و تندبادها بخش از این خانه‌ها را پوشیده است. این مسجد نیز بیشتر از 2 سال می‌شود که میزبان هیچ نمازگزاری نیست. دورتر از روستای محمد آباد به علت نبود آب، زمین‌های کشاورزی این گونه بدون کشت و کار مانده است. خشکسالی و نبود آب سبب شده است که حلقه کشاورزی در فراه سال به سال کوچکتر شود. در مقابل زمین‌های کشاورزی جای خود را به بیابان داده است. همچون خنجر بر قلب زمین کوبیده می‌شود. این چاه 140 متر حفر می‌شود تا برای این خانواده آب آشامیدنی فراهم سازد. این خانواده برای ادامه حیات باید آب نوشیدنی خود را از دل زمین بیرون سازد. در بیشتر از 1 دهه پسین بیشتر از 80,000 حلق چاه عمیق در فراه حفر شدند.
روند حفر چاهای عمیق و بیرون کشیدن آب از دل زمین در سراسر فرا همچنان ادامه دارد. گلابشاه در بیشتر از یک دهه پسین توسط این دستگاه نزدیک به 500 چاه عمیق در غرب شهر فرا حفر کرده است. همه ساله با پایین رفتن آب زیرزمینی او کیبل این دستگاهش را طولانی تر می سازد تا عمق چاه بیشتر شود. گل او به سیمتری این جواب نمیده که مثلا ما استفاده کنیم به زمین او برای کشاورزی. گل او به سیمتری است ولی ما مجبور که 170 تا 180 متر بره پایین تا او پیدا کنیم بتونیم از او استفاده کنیم. پیش از او نیه. این سولرهای آفتابی تمام روز به بیرون کشیدن آب زیرزمینی ادامه می دهد. هر یک از این سولرها روزانه در جریان 10 ساعت 61500 لیتر آب را از زیر زمین بیرون می کشد. هر روز توسط سولرهای آفتابی در سراسر فرا نزدیک به 4.9 میلیارد لیتر آب از زیر زمین بیرون کشیده می شود. در جریان یک دهه پسین سطح آب زیرزمینی در بسیاری ساحات فراه از 5 متر به 50 متر کاهش یافته است. برای تهیه 3 اینچ آب یک چاه عمیق باید تا 180 و حتی 200 متر حفر شود. حفر این چاه‌های عمیق سبب پایین رفتن آب زیرزمینی در سراسر فراه شده است. با پایین رفتن آب زیرزمینی دسترسی بسیاری از باشندگان فراه به آب آشامیدنی محدود شده است. با طلوع آفتاب یک روز تازه آغاز می شود. در جستجوی آب برای ادامه حیات این کودکان مأموریت دارند تا از بخش‌های دورتر از خانه‌هایشان که چاه بسیار عمیق حفر شده است به خانواده‌های خود آب ببرند. بیابی است، خوشحالی است، آب نیست، میریم آن از یک سطر آنجا آب میاریم. اینجا نمره جور کردیم برادر، آب نداریم، واسیش نداریم، چاه بزنیم برادر. یعنی می‌تونه دربدری است، ضعیف را خوشحالی است. مشکل ما کتیم مشکلی آب سر دچار است. کمبوتی و آبی خوردنی نیست، دکولا را پیدا نمیشه، برق نیست، ایچی نیست، بادبکن نیست، خورترکای ما پاک سوخته، دمی هفته ای فرا. بیشتر از 42,000 تن در شهر فرا زندگی می کنند. با پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، پیدا کردن آب آشامیدنی در این شهر دشوار شده است. زندگی به اندازه سخت شده که بیخه دیگه چی بگوی بشون خیلی سخت شده. کولر آب میخوای، مثلا اگر کولر خواه حتی بزرگ کولر میشه که مثلا یک چاره بکنه، ولی به خوردن به خاطر ظرف شستن به خاطر از این چیزا خیلی ضروریه که باید آب باشه. ولی حال فعلا به سر 40-45 تا 50 متر هم آب نیست، خیلی سخت. سراج الدین برای پیدا کردن آب آشامیدنی به خانوادهش آماده می شود. چاه خانه او یک سال می شود که خشک شده است. در گرمای 48 درجه سانتیگراد او 1 کیلومتر را می پیماید تا از یک خانه که چاه بسیار عمیق دارد آب بگیرد. سراج الدین روز چند دروازه را می کوبد و آب تقاضا می کند. در گرمای شدید آب همچون مایه حیات برای سراج الدین و خانوادهش بسیار ارزشمند است.
یک کیلومتر آماده میم چاش دم از گرمیه که اصلا انسان طاقت نمیتونه زیر آفتاب. بالاخره پشت آماده میم. خوام دیگه به رقم بالا منه. خیلی خیلی بازابیم. مثلا این آرمه میبرو یک دو ساعت سه ساعت بیشتر دوام نمیده چون که فامیل ما کلونه. خیلی خیلی ما بازابیم. بمی گرمی خیلی خورترکا میاییم. اگه هم نباشه خود زندگی نمیشه. چاه بنبه های عمومی در شهر فرا خشکیده است. تا دو سال پیش مردم از این چاه بنبه ها آب آشامیدنی خود را به دست می آوردند، اما آب زیرزمینی به حد پایین رفته است که این بنبه توانایی بیرون کشیدن آب را ندارد. در هوای بسیار گرم این وضعیت بسیاری از باشندگان شهر فرا است. بخش بزرگ آب زیرزمینی فرا در این گلخانه ها مصرف می شود. بیشتر از 5000 گلخانه در سراسر فرا روزانه نیاز به آب دارند. در این گلخانه ها بادنجان رومی، بادرنگ و برخ سبزیجات دیگر کشت شده است. در هر یک از این گلخانه ها روزانه هزاران لیتر آب مصرف می شود. این پالیزهای تربوز به آب فراوان نیاز دارد. هر کیلو تربوز از هنگام کشت تا به ثمر رسیدن بیشتر از 500 لیتر آب نیاز دارد. کشت بادرنگ در گلخانه ها به شدت وابسته به آب است. هر کیلو بادرنگ تا هنگامی که به ثمر می رسد نیاز به 340 لیتر آب دارد. کشاورزی سنتی عامل مصرف بیش از حد آب است. ما باید گیاه انتخاب کنیم که نیاز آبی از او کم باشه. وقت منابع آب زیرزمینی استفاده می شه و آب کم هست. و موضوع دیگه اینه که ما باید سیستم آبیاری استفاده کنیم که در اون سیستم آبیاری مؤثریت آب بره بالا، مثلا سیستم آبیاری قطره ای. بیشتر آب زیرزمینی فرا برای تولید این سبزیجات و میوه‌جات مصرف می شود. در جریان سال روان بیشتر از 64 میلیارد و 300 میلیون لیتر آب تنها مصرف به ثمر رساندن تربوز، بادرنگ و بادنجان رومی شده است. روزانه تا صدها تن فراورده های کشاورزی برای فروش اینجا آورده می شود. اما بازار فروش فراورده های کشاورزی در اینجا نسبت به هر زمان دیگر کمرنگ است. بیشتر کشاورزان در فرا به جای فایده زیان می کنند. 6 تو پلاستیک پالیز داشت، 2 لک مصرف کرد، تقریبا 1,50,000 ما حساب عایدات از ما 6 تو به دست آوردم. و فعلا خب بازارها خیلی خراب از میان دونه. من امروز یک مزده آوردم و 3,700 فروخته، 3,500 کرایه موتر از غلیکا، اما 500 هم پول بارگیری کارگره که تقریبا 250 افغانی مجیب خوب برای مزدای امروزی من مثلا رویش تو دیگه عایدات خو شما بسنجه که چه رقمیه دیگه حالا زیر صفر تقریبا میشه. فرا ولایت که عموم که طول ولایت مو زراعتی دی نو پا دقه بنیاد بندی کشتی دیر کیج ده هر شی حاصل بیخی تراندازی زیادی نو په دغه وخت چې ورسیږم داسې یو بازار نشتنوالی سره دوی مخامخ دي او دغه سړی خونی نه لري نو په دغه باندې دوی زیانمن سي. یک سال می شود که کام فراهرود خشکیده. تا دو سال پیش در فصل زمستان و بهار این رود پر از آب بود، اما امسال در آن آب جاری نشده است. تغییر اقلیم و خشکسالی در چهره فراهرود به خوبی دیده می شود.
این بستر فراهرود در غرب شهر فراه است. اینجا تقریباً به کویر مبدل شده است. آب فراهرود توسط این جویها به زمینهای کشاورزی در روستاها انتقال داده می شود. تقریباً 2 سال می شود که در این جویها آب جاری نشده است. با خشک شدن فراهرود دیگر هیچ منبعی برای تقویت آب زیرزمینی در فراه وجود ندارد. مطمئنان هرچی که زمان میگذره همین شدت کاهش آبهای زیرزمینی افزایش پیدا میکنه. یعنی اگر 10 سال قبل 1 متر یا 2 متر آبهای زیرزمینی هر سال کاهش پیدا میکرد، شاید حالا خیلی زیاد بیشتر از این ادامه داشته باشه. ولی خب مطمئنان که میزان بارندگی، آبهای رود و پوشش گیاهی میتونه آبهای زیرزمینی رو تامین کنه و هر اندازه ای که میزان بارندگی کم شه و آبهای رود کم شه و پوشش گیاهی کاهش پیدا کنه، شدت کاهش آبهای زیرزمینی زیادتر میشه. با شدت گرفتن خشکسالی و پایین رفتن آب زیرزمینی، تنها امید باشندگان فراه به بند بخش‌آباد است. کار ساخت بخش‌های از این بند به تازگی آغاز شده است، اما تا هنوز روشن نیست که تا چند سال دیگر این بند آب و برق به بحر برداری خواهد رسید. بند بخش‌آباد در شرق شهر فرا واقع است. امیدواری وجود دارد که این بند پس از بحر برداری و آغاز آبگیری در آن به بلند رفتن سطح آب زیرزمینی در فرا کمک کند. دا څو ورځې مخکې یو په ساحه کې په ویلات په سطح یو غټ بند لرو چې د بخش آباد په نامه ده. اولن خدا که دا بند انشاءالله ډیر تیز کار پر روان دی، که داسې و چې وتړی سي و او دغه اوبه به تقریبا ټوله ولایت او دریمه ولایت خو به حتما انشاءالله ترتیب برابر سي. مخ پر دا خو چې اوبه کښته تللي دي، هغه به بیا عمارت یو تصمیم یو ترتیب ورته جوړ کړي چې د آیندې دپاره څه کول پکار دي. با ادامه حفر چاهای عمیق، آب زیرزمینی در سراسر فرا روز به روز در حال کاهش است. نتیجه کاهش آب زیرزمینی این است: روستاها خالی می شوند و مردم خانه و کاشانهشان را ترک می کنند. با پایان روز سولرها خاموش می شوند و آب زیرزمینی فرا برای چند ساعته آرام می گیرد.